با سلام و درود. بر کسی پوشیده نیست که گویشوران زبانهای غیر رسمی در جوامع زبانی مختلف از فرصتهای برابر در جامعه محروم میشن به واسطه اینکه ناعدالتی‌های زبانی و سیستم تک زبانی دانش آموزان دو زبانه این عدالتی‌ها رو ملموس‌تر میکنه و طبق این فکت بنده هم ترغیب شدم تا به مشکلات و آسیب‌های کودکان دو زبانه توی ایران بپردازم. اختلالات شناختی که به انگلیسی cognitive disorder گفته میشن، اون دسته از اختلالات و توانایی‌های شناختی که به حوزه یادگیری، درک، تمرکز، حل مسئله و حافظه تأثیر میذارن. البته این ریشه تعریف روانشناسی داره، اما در تحقیق بنده سعی شده تا با ارائه آمار مستدل به آسیب‌های اجتماعی که پیش روی دانش آموزان دو زبانه هست پرداخته بشه. در نتیجه با توجه به ساختار تئوری کلونیالیسم فرهنگی و زیرمجموعهای اون و ارجاع به مقالات صاحب نظران و جدیدترین تحقیقات حوزه زبانشناسی و علوم اجتماعی به این مهم پرداختم. کلونیالیسم زبانی از زیرمجموعهای کلونیالیسم فرهنگی، یعنی ایجاد یک محیط جبری و هژمونیک که با از طریق روندهای پنهان هژمونیک زبان، ادبیات و آداب و رسوم و ارزش‌ها و باورهای قوم کلونیزه شده توی یه محیط کلونیکال نادیده گرفته میشه تا جایی که با نابودی اصالت فرهنگی خودشون روبرو میشن. با این فرمول که ایجاد یک کمپلکس خودکمبین در مقابل فرهنگ بالادست پیدا میکنن. متاسفانه در ایران هم سیاست استحاله ملت‌های زیر دست حاکمه، اما این سیاست منجر به عقب نشینی ملت‌های زیر دست از خواسته‌های هویتی و فرهنگی خودشون نمیشه و تنها رابطه‌ای که به وجود آورده دیالکتیک انکار مقاومت و ایجاد گرایش‌های ناسیونالیستی توی این ملت‌ها. جرقه این نوع کلونیزه کردن لحظه ایجاد مدارس تک زبانه توی ایران زده شده. هدف پژوهش بنده واکاوی این سیستم‌های آموزشی تک زبانه از دریچه نگاه گویشوران زبان‌های غیر رسمی توی ایران هستش. در نهایت به حق بر زبان مادری پرداختم به جای استفاده از زبان اکثریت، به این دلیل که از مؤلفه های حق تعیین سرنوشت هستش و بر سازگاری اجتماعی و پیامدهای اون به آینده دانش آموزان تأثیر میذاره. زبان مادری در حقیقت شکل دهنده هویت انسان ها و انتقال دهنده فرهنگ به نسل آینده هستش. هر انسانی که از آزادی بیان و عقیده بر زبان خودش محروم بشه به وجه بزرگتر و عمیق‌تر وابسته به زبان یعنی هویتش صدمه وارد میشه. سیستم تک زبانگی ناقض اصل 19 قانون اساسی ایران و همچنین در تضاد با اعلامیه جهانی زبان هم هست که در اون به مساوات حقوقی تمام اقوام ایرانی اشاره داره. اهمیت زبان مادری در آموزش بر کسی پوشیده نیست، اما به 4 وجه مهم اون اشاره می کنم. اینکه کودکان در بکارگیری زبان مادری در پروسه یادگیری علم بسیار موفق ترن. زبان مادری تنها انتقال دهنده ارتباطی نیستش، بلکه وسیله بیان افکار، اندیشه و نگرش ها و شناخت هم هست. همچنین استفاده از زبان مادرین یه نقش کاربردی در توضیح تضادها و روشنسازی مفاهیم زبان دوم هستش. یافته‌های پژوهشی با استفاده از آزمونتی هم نشون داده که سطح متوسط آموزش با میانجیگری زبان مادری تأثیر بسیاری توی میزان دقت و روان بودن زبان دوم داره. تاریخ روند ملت‌سازی و یکپارچه‌سازی زبانی توی ایران به سالهای آغازین قرن 19 با سیطره ایدئولوژی ناسیونالیسم فارسی توسط حاکمان ایران ایجاد شده و پیاده کردن پروژه ملت‌سازی و تک فرهنگی و به تبع اون سیستم تک زبانه به بهانه ایجاد
یک زبان مشترک توی کشور ایران به وجود اومده که به نادیده گرفتن سایر فرهنگ ها و زبان‌های اقلیت‌های اتنیکی در ایران انجامیده. در زمان قاجار، شاه قاجار با ایجاد دارالفنون و ایجاد مجلس شورای اسلامی که در اون طبق یک بند باید همه نمایندگان رسم الخط فارسی رو بلد می بودن، اولین قدم ها رو در جهت ایجاد سیاست زبانی توی ایران برداشتن. در نهایت رضا شاه از تمامی زبانهای غیر رسمی به شکل نوشتاری غیرقانونی اعلامشون کرده و ایدئولوژی دولتگرای فراملی‌گرایانه رو با حمایت ارتش و روشنفکران به وجود آورد. رضا شاه پسترش با الهام از الگوهای مدرنیزاسیون اروپا محور به دنبال غربی کردن فرهنگ ایران بودن و مظاهر تنوع فرهنگی غیر فارسی رو نشانه عقب موندگی و بدوی بودن ایران میدونستن و سعی داشتن به زور یک ایران همگن و متمدن به وجود بیارن. نقض حقوق اقلیت‌های اتنیکی توی ایران با اولین سال به مدرسه رفتن کودکان دو زبانه و ایجاد میشه که اونها باید همزبان خوندن و نوشتن رو بیاموزن و در یک پروسه نابرابری با کودکان فارس زبان قرار گرفتن. در حقیقت کودکان فارس زبان وقتی به مدرسه وارد شدن تنها به نوشتن و علم آموزی پرداختن، اما سایر کودکان از اقلیت‌های دیگه که به زبان‌های دیگر مادریشون صحبت می‌کردن غیر از زبان فارسی، مجبورشون می‌کردن که هم زبان فارسی رو بیاموزن هم با اون علم آموزی بکنن و این در حالی بود که استفاده از زبان مادریشون و به کارگیری اون حتی برای پرسش‌هاشون و روشن کردن این پروسه هم غیر قانونی اعلام شده بود و کودکان حق نداشتن سوال بپرسن و حتی با معلم‌های خودشون که همزبان‌های خودشون بودن ارتباط به زبان مادریشون بگیرن. طی گفتمان کور، ایران کشوری یک پارچه با تاریخ و فرهنگ و زبان ادبی منحصر به فردیه، اما مهرداد کیان معتقده که این تعریف تنها با انکار وجود سایر هویت‌های غیر فارس ممکن میشه، زیرا ایران از سایر اقلیت‌ها و ملت‌های دیگری هم تشکیل شده و اونها هم بخش‌هایی هستند که دارای فرهنگ و ارزش‌هایی هستند که با هم ایران را به وجود میارن که ما نمیتونیم حضور اونها رو در ایجاد فرهنگ ایران نادیده بگیریم. سابقه اقامات رسمی جهت حفظ زبان کردی رو در نهایت مطرح کردم در بخشی از تحقیقم و برای حفظ زبان مادری که در اونها سورسی که استفاده کردم از کتاب آقای انوشیروان مصطفی بوده، از فعالین و رهبران سیاسی کردستان جنوب که به خاطر نفوذی که داشتن و دسترسی که داشتن به روزنامه‌های چاپ شده در سال 1946، سالی که جمهوری کردستان ایجاد شده در منطقه مکریان، و اقدامات خوبی که آقای قاضی محمد انجام دادن برای حفظ زبان رسمی زبان کردی و ایشون هیئت‌های فرهنگی ایجاد کردن، مدارسی ایجاد کردن و همیشه اقدامات خوب ایشون که تا به حال هم در منطقه کردستان ایران پا بر جا هستش، ایشون باعث با این کارشون و ایجاد مدارس زیادی که در اون زمان تشکیل دادن باعث شدن که آمار بیسوادی تا به کنون هم در کردستان خیلی پایین بیاز و باسوادهای زیادی ایجاد کردن. حتی در اون منطقه یکی از دموکراتیزه ترین اقدامی که انجام دادن ایجاد مدارسی هم برای کلیمیان به زبان خودشون بوده که تنها اقدام برابرخواهانه حق نوشتن و توی سیستم آموزشی ایران بوده که تا کنون انجام شده. در نهایت از دیگر نمونه ها به تحقیق آقای آزاد علاکرمی اشاره کردم که ایشون معتقد هستن 50% از دانش آموزان ایران دو زبانه هستند و وقتی ما یک سیستم آموزشی تک زبانه ایجاد بکنیم حق این 50% رو ازشون میگیریم و اجازه نمیدیم که استعدادهای اونها شکوفا بشن.
و در نهایت باید بپذیریم که آسیب‌های اجتماعی زیادی برای این دانش آموزان به وجود میاد. اونها در نهایت توی این سیستم همیشه زبان مادری خودشون رو ناکافی می‌بینن و در نهایت به هویت اونها هم لطمه وارد میشه و نمیتونن ابراز وجود بکنن در برابر سیستم فارسی شده. همیشه زبان فارسی رو یک زبان بالادست میبینن و دچار آسیب‌های روانی زیادی از جمله خود کمتر بینی نسبت به فرهنگ فارسی میشن و در نهایت استعدادشون شکوفا نمیشه. ما آمار خیلی زیاد بالایی داریم در ترک تحصیل این دانش آموزان و بی‌علاقگیشون نسبت به ادامه تحصیل و همچنین وقتی هم که وارد جامعه میشن حتی در بزرگسالی ما عواقب این آسیب‌ها رو در اونها می‌بینیم که با وارد شدن به جامعه از اعتماد به نفس کمتری برخوردار هستن، معمولاً به سمت مشاغلی که در سطح بالاتری هستن به اونها راه پیدا نمی‌کنن و نابرابری‌هایی هستش در جامعه نسبت به این دانش آموزان. یک سری از تحقیقاتی که اساتید محترم جامعه شناسی مطرح در ایران و خارج از ایران داشتن رو هم بررسی کردم، از جمله مقالات و تحقیقاتی از جناب آقای دکتر کمال سلیمانی و جناب آقای پروفسور احمد محمدپور که از اساتید مطرح در روش شناسی هم هستن. مقالاتی تحت عنوان غیر فارس ها سخن نگویند، وجوه مختلف تعریف های تاریخی از قدمت زبان کردی و پروسه به سکوت واداشتن زبان مادری توی کردستان را مطرح کردن. چند تا نمونه آوردم از اینکه دانش آموزان دو زبانه ما حتی در زیر مجموعی تعاریف دو زبانگی هم قرار نمی گیرن، چون طبق این تعریف دانش آموزان دو زبانه و یک فرد دو زبانه به کسی گفته میشه که بتونه به دو زبان همزمان بخونه و بنویسه، اما دانش آموزان دو زبانه ایران به زبان مادری خودشون آموزش رو فقط در سطح شفاهی در خانواده ها یاد میگیرن و نمیتونن به زبان مادریشون بنویسن. و ما حتی در سالهای گذشته، طی 10 سال گذشته هم کتابهای کردی و کانالهای کردی حتی در منطقه کردستان واقعا به صورت غیر رسمی ممنوع بودن و ما دسترسی نداشتیم که بتونیم از کتابهای خودمون و سایر منبعها به زبان خودمون استفاده بکنیم. و سازمان ملل هم این بحث رو مطرح میکنه که بی‌سواد شامل فردی میشه که نتونه به زبان مادری خودش بخونه و بنویسه. در حقیقت با ایجاد این سیستم اجباری در ایران ما دانش آموزای کرد زبانمون رو و سایر دانش آموزان دو زبانه رو داریم که به این آمار بی‌سوادی اضافه میشن و این اجباری که در همگن کردن یک ایران با این سیستم اجرایی این سیستم آموزشی تک زبانه در حال اجرا هستش، ما شاهد این هستیم که دانش آموزای ما به زور و اجبار وارد یک پروسه ناقصی میشن که هرگز در آینده هم احساس همگونی و همسطحی و ایجاد همبستگی روحی و عاطفی با جامعه بالادست فارسی زبان ایران ندارن و در اونها در نهایت فقط احساسهای گرایشهای ناسیونالیستی ایجاد میشه که تضادها و شکافها بیشتر دامن میزنه. امیدوار هستم با ایجاد فضای گفتمانی آکادمیک از این دست ما بیشتر بتونیم تحقیقات بیشتری در این زمینه داشته باشیم و به حق مسلم 50% از دانش آموزان دو زبانه ایران بپردازیم و بتونیم به عنوان محققان جامعه شناسی صدای حق‌گویی این دانش آموزان باشیم و بتونیم به این سیستم های زور و اجبار پایان بدیم و در نهایت شاهد همگونی باشیم و این صدای حق خواهی رو بتونیم برسونیم. به آرزوی چنین روزی.